سلام به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران که هستید و هر کجای جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته. جمشید چالنگی هستم. در ساعت 9:30 دقیقه شب تهران، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت واشنگتن و 7 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی با شما عزیزان خواهم بود در ساعت پیش رو. چون پنج شنبه شبهای دیگر، امشب نیز با من و شما هستند آقای منصور حسانلو، فعال کارگری و سندیکایی. بررسی خواهیم کرد همراه آقای حسانلو آخرین خبرها در عرصه کارگری ایران را. نگاهی خواهیم داشت به پیامدهای اعتصاب کارکنان بافق و همچنین اعلام ورشکستگی برخی از کارخانجات و واحدهای صنعتی و پیامدهای آن بر سفره کارگران ایران و خبرهای دیگر. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای حسانلوی عزیز در نیوجرسی، سلام به شما. سلام به شما هممیهنان و همه دستندرکاران برنامه. آقای حسانلو، در آغاز آخرین خبرها رو در عرصه کارگری از شما میشنویم که امیدواریم خبرهای خوشحال کننده نیز داشته باشید. من هم امیدوارم. من اول خلاصه چند تا خبر رو تیتروار خدمتتون بگم و بعد بریم سر اون خبرهای اصلی تر. هفته گذشته ما تجمع مربیان پیش دبستانی رو داشتیم که به چهارمین روز متوالی خودش رسید در تهران و جلوی مجلس و دفتر رئیس جمهور. همچنین عدم پرداخت 6 ماه حقوق کارگران کارخانه قند قهستان رو که موجب بیکاری 300 تا کارگر میشه در صورت عدم راه اندازی کارخانه. همچنین تعویق 5 ماه حقوق 32 کارگر نگهبان رو در شرکت زاگرس خودرو بروجر. همچنین وضعیت بسیار سختی که الان صیادان کشور دارن، همزمان با اینکه دوران فصل صید تموم میشه و حتی ممکنه 30 سال هم سابقه بیمه داشته باشن ولی از هیچ جایی بازنشستگی نمیگیرن. و متاسفانه خبر مرگ کارگر باتری سازی در انفجار در یک مغازه، سقوط 2 کارگر ساختمانی دوباره در چاه و انتشار شماره 3 پیام‌آور سندیکا که پیام سندیکاهای داخل کشور هست که مستقل هستند و زیر فشار به زبان انگلیسی. امیدوارم خبرهای خوشحال کننده در شماره‌های آینده تفسیر خبر بیشتر باشه در عرصه کارگری ایران. اما به سراغ بافق میریم و آنچه که در بافق گذشت. آیا کارگران بافق به خواسته های خودشون رسیدن؟ پیامدهای رویدادهای بافق رو در روزهای اخیر از زبان شما میشنوید. مرسی. معدن بافق، خب میدونیم که، یعنی دنبال کردیم یاد شما و بینندگان عزیزمون باشه، که بعد از 16 روز اعتصاب بالاخره کارفرما، دولت و نمایندگان بخش‌های امنیتی طی مذاکرات زیادی که کردن و به منطقه آمدند و برگشتن، نهایتاً پذیرفتند که 28.5% سهام کارخونه خصوصی نشود و 15% از سهام کارخونه هم که می‌خواستن خصوصی بکنن زیر نظر شورای شهر بافق باقی بمونه برای تأمین هزینه‌های عمران شهر و بهبودی زندگی مردم منطقه.
و از همه مهمتر آزاد کردن اون 8 کارگری که زندانی کرده بودن بیگناه و آزادی اونها جزء اولین خواسته اعتصاب 5000 نفره بود که 16 رو به طول انجامید. اگر به طور خلاصه نگاه کنیم، خب خود پذیرش این 3 دستاورد میتونه برای کارگرها یک پیروزی نسبی به حساب بیاد، ولی با توجه به اینکه کارگرها رو که بیگناه کاملا بودن و دستگیر کرده بودن، با درخواست کفالت‌های 70 میلیون تومانی برای آقای تشکری و 50 میلیون تومانی برای بقیه کارگرهای دستگیر شده خاتمه یافت. و خب این پذیرش کفالت به نوعی دست این کارگرها رو در حرکت‌های آینده می‌بنده و با همین کفالت‌ها ممکن است که برای کارگرها اگر حق طلبی در آینده داشته باشند، به عنوان سوء سابقه و پرونده حکم مجدد دستگیری صادر کنند. پشتیبانی همه مردم شهر از این اعتصاب و پیوندی که بین کارگرها و مردم شهر برقرار شد و همچنین که خانواده ها حضور داشتند، به خصوص خانواده های دستگیر شده ها، در تمام روزها و شبهایی که جلوی فرمانداری این تحصن و جلوی معدن چوغارت این اعتصاب و تحصن ادامه پیدا کرد. از جمله دستاوردها که بگیم جلوی خصوصی سازی یا خودمانی سازی این سهام معدن رو گرفت، این هستش که کارگرها قبلا دیده بودن در هر جایی که بحث خصوصی سازی اومد، در جایی که مربوط مردم هست و سرمایه های عمومی مردم، این خودمانی سازی که سران سپاه و حکومتی ها و مدیران حکومتی به جز خود اون شرکت ها که این شرکت های خصوصی رو درست میکنن به ثبت رسونن، بعد میان کارخونه های بزرگ، معادن بزرگ و همچنین صنایع مختلف رو به نام خودشون خودمانی میکنن و اسمش رو خصوصی میگذارن، پس از اون پیامدش این بیکار شدن بخشی از کارگرها، از بین بردن قراردادهای دائمی کار، از بین بردن حق بیمه و بازنشستگی و سنوات خدمت و در کل از بین رفتن امنیت شغلی و آینده کارگرانی است که این شرکت‌ها اونجا خصوصی سازی یا خودمانی سازی رو اعمال کردن. آقای اوسانلو، یعنی چرا چنینه؟ چرا کارگران بیکار میشن؟ به هر حال منطق حکم میکنه هر کسی صاحب یه کارخونه میشه سعی کنه که بیشتر تولید کنه، بیشتر به اصطلاح سود ببره و طبعا چرخش کار بیشتر بشه. چی هست؟ چه رمز و رازی هست که بیشتر این کارخونه وقتی خصوصی میشن رو به ورشکستگی میرن و کارگرانشون بیکار میشن؟ رمز و رازش در این است که خب کسایی میان مدیریت این خصوصی سازی ها رو میگیرن که در اصل اصلا خودشون خصوصی سازی رو نمیدونن چی هست. ما خب میدونیم در همه جای دنیا کسایی که میگن بخش خصوصی کسانی هستن که سرمایهی گذاشتن، تخصصی دارن، عمری زندگیشون و وقتشون رو گذاشتن، یه کاری یاد گرفتن خودشون قدم به قدم و برای اون کار دلسوزی دارن و یه نوع دلبستگی به نتیجه تولیدشون پیدا میکنن، بعد طی سالها در کنار کارگرهای خودشون بودن و با اونها روابط انسانی برقرار میکنن و علاوه بر روابط کاری یه نوعی دوستی، مشورت و همراهی با کارگرهاشون پیدا میکنن و برای افزایش سود و پیشبرد امور اون صنعت که مثلا با 2 تا 3 تا 5 کارگر شروع میکنن، یه سرمایه کوچیکی میاد، طی سالها مثلا این دفعه تبدیل میشه به یک صنعت بزرگی که مثلا حالا 400 تا 500 تا 1000 تا کارگر توش کار میکنه و اون مدیر بخش خصوصی هم خودش دائما در تمام صحنه های تولید از کوچیک تا بزرگ حضور داشته. ولی این خودمانی سازی به دلیل اینکه در اختیار کسایی قرار میگه که اصلا خودشون تو این بخش صنعت و تولید حضور نداشتن، دلبستگی به این کار ندارن، فقط این به اصطلاح صنایع و این بخشای تولیدی و اقتصادی و بنگاه‌های بزرگ رو میگیرن 1/10 قیمت واقعیش و اینها رو میخوان در فرصت بسیار کوتاه با
سودهای بسیار گزافی ازش بهره برداری کنن که اون سرمایه اولیه‌ای که اونم تازه معمولا 1/10، 1/100 قیمت واقعی این منابع درآمد و این بنگاه عمومی هست زود به دست بیارن، و از طرف دیگه خود اینها در این مسئله خودمانی سازی چون حد اکثر سود رو در کوتاه‌ترین مدت میخوان ایجاد کنن، با اخراج کارگرا و با کم کردن کارگرا میخوان هزینه های تولید رو پایین بیارن، و با این فکر میکنن مثلا اگه مثلا حالا 100 تا کارگر یا 200 تا کارگر رو قرارداد کارش رو بین ببرن یا اخراج بکنن یا چماق اخراج رو بالا سرش بگیرن که درخواست های واقعی خودش رو برای افزایش حقوق مطابق هزینه زندگی نداشته باشه، خب خیلی زود اینا تونستن با کم کردن مثلا از حقوق کارگرها و کم کردن تعداد کارگرها هزینه تولید رو پایین بیارن، به جای شدت کار رو بالا ببرن، در نتیجه کیفیت تولیدشون هم میاد پایین. چون اون دلسوزی اولیه واقعی حضور در میدان تولید رو نداشتن، این دلسوزی هم ندارن. و بعد یه مسئله هم هست، خیلی از این بنگاه ها صنایع معادن در جایی واقع شدن که الان مثلا اون کارخونه یه زمانی تو بیابونی بود، الان کنار شهر قرار گرفته و متراژ زمینش ارزش اقتصادی بالایی پیدا کرده. میگه خب من ذره ذره اینو ورشکست میکنم، کارگرها رو اخراج میکنم، شرشون رو کم میکنم، بعد اینو تغییر کاربری میدم برای تجاری یا برای مسکونی و بعد زمین مثلا متری 10,000 تومان میخواد متری 2,000,000 تومان بفروشه و یه سود هنگفت میلیاردی ببره. یعنی نگاهشون رو نگاه تولید صنعتی و درآمد تولیدی نیست، بلکه رو نگاه درآمد تولید تولید سود از هر راهی هست. بله، خب اون نکته همین هست. ببینید این بابای میاد وابسته به حکومت، کارگزار حکومت، در سپاه پاسداران بوده، در قتل هایی شرکت کرده، احتمالاً در کشتاری، هرچه، حالا غنیمت دیگه. خب پاسدارا اکثرا رفتیم با عراق جنگیدیم، پیروز شدیم نشدیم بالاخره معلوم نشد. 8 سال فقط تنها نتیجه‌ای که داشت دو کشور ویران شد، این نتیجه 8 سال جنگ ایران عراق بود. بعد برگشتن به شهرها، انگار این ور به اصطلاح کسب کردن یا پیروز شدن یا به اصطلاح اشغال کردن، شروع کردن غنیمت گرفتن. اون دیگه گفتن نداره، همه ما میدونیم که بخشی از فرماندهان سپاه پاسداران تا چند اندازه به سرمایه‌داران بزرگ تبدیل شدن در اشل و حد منطقه. اینا میره کارخونه ای رو تاج آقایی گرفته و زمینش هم فروخته و پولدار شده و رفته. اون کارگره چی؟ زن و بچه اونا چی؟ بچه‌شون مدرسه ها شروع شده، کفش و لباس و دفتر و مداد میخواد، چی؟ که کسی هست به فکرشون باشه؟ مسئله همینه دیگه. یعنی اینکه کارگرها الان با خودمانی سازی مخالفن، تحت پوشش خصوصی سازی، دقیقا به خاطر همین نکاتی است که الان شما اشاره کردی. یعنی موقعی که کارگر میبینه دیگه این سالهای گذشته بیشتر از 80% صنایع معادن، کارخانه ها، بخش های بزرگ اقتصادی و بنگاه های مختلف اقتصادی، چه صنعتی، چه کشاورزی، چه خدماتی، به عنوان خصوصی سازی، خودمانی سازی شد، نتیجهش همون شد که شما میگی که واقعا آینده خانواده ها و فرزندان و خود این کارگرها برباد رفت. قراردادهای کارشون رو از دست دادن، تبدیل به سفید امضا شد، تبدیل به موقتی شد، حتی سفته از اینا گرفتن که با این سفته اینا رو ساکت نگه دارن، طبق اون تهمونده های از قانون کار نرن شکایت کنن اگر حق و حقوقی از اونا رو حتی طبق خود قانون کار جمهوری اسلامی ندادن. این ماجرا است که ایستادگی کارگرهای بافت و جلوگیری از خصوصی سازی یا خودمانی سازی سهام باقی مانده این معدن میتونه یک روش، یک راه نشون بده به همه کارگرها، کارکنان جاهای مختلفی که در آینده میخوان خصوصی سازی بکنن، که نشون بده با اتحاد و همبستگی و ایستادگی و ایجاد پیوند بین مبارزه کارگری، مبارزه اعتصابی کارگری با مبارزات مردم شهر و
سهیم کردن مردم شهر در سودی که در اون بنگاه هست از طرف کارگرها در آینده، که اگر موفق بشن که اون سهام رو حداقل به نام خود کارگرا بشه، به نام مردم شهر بشه، به نام کسانی بشه که توزیع سهام بشه، یعنی به جای اینکه صدها میلیارد تومان مثلا سهام کارخونه رو با قیمت 10 میلیارد تومان به 5 تا سران سپاه و مدیرای بازنشسته و مدیرای دولتی بدن، هزاران نفر از مردم شهر این سهام رو خودشون با قیمتهایی که همونطوری که به زیر قیمت میدن به این سران سپاه، زیر قیمت میدن به این مدیرای دولتی، همین ها توزیع بشه و خود مردم، خود کارگرا بخرن اینا رو و اون سودش رو خودشون ببرن. هزاران نفر خصوصی سازی واقعی میشه و شخص خاص همشون در این سهام، در این صنعت، در این معدن شریک میشن. در نتیجه چون احساس مالکیت هم دارن که مال همشون هست، بیشتر و بهتر کار میکنن و مدیریت مشارکتی رو میتونن به وجود بیارن. همونطور که پیش از انقلاب چنین شد، یعنی سهام بسیار از کارخونجات رو به کارگران فروختن و پیش از اون کارگران در سود ویژه کارخونه ها شریک بودن آخر سال. آقای حسانی، بعد اشاره کردم که کارگران این که از کار بیکار میشن، زن و بچهشون چه وضعیت پیدا میکنن، سفره چه خواهد شد، این رو هم بگم. این فقط یک اصطلاح است، وگرنه زنان کارگر ما بسیار داریم، بانوان گرامی ایرانی که نانآور خانواده هاشون هستن، چه تک نفره سرپرست خانواده هستن، چه به دلایلی همکار و همراه همسرشون هستن. و به هر حال بانوان ایرانی هم در عرصه کار و کارگری ایران بسیار بسیار به هر حال مورد ظلم قرار گرفته و قرار میگیره. اگر من اشتباه میکنم این رو شما تصحیح کنین منصفانه آقای حسانی. نه، کاملا درسته. اتفاقا در همین بحثی که الان ما میگیم یکی از پایه‌های پیروزی نسبی کارگرای باف حضور خانواده بوده، همسرانشون بودن، فرزندانشون بودن، جوانانشون بودن که در سطح شهر حتی اینو مراقبت میکردن که اعتصاب شکنان اعتصاب به هم نزنن، با چوب و چماق میگشتن و از اعتصاب از پدرانشون از برادرانشون دفاع میکردن. همین همسران بلنگو به دست گرفتن و سخنرانی میکردن در نماز جمعه اول و در محوطه معدن و در محوطه جلوی فرمانداری چادر زدن و ایستادن اونجا برای آزادی همسراشون و برای دفاع از اعتصاب. و در جاهای دیگه هم همینطور که شما گفتید، ما نزدیک به 2 میلیون نفر سرپرست خانواری داریم که خانوم ها هستن، به دلیل ویرانی اقتصاد، ویرانی اجتماع که بسیاری از مردها یا اخراج یا بیکار یا کشته یا از کار افتاده و یا متاسفانه دچار بیماری اعتیاد شدن، زنان هستن که خودشون رو دارن زندگی رو اداره میکنن. و حتی زنان خانه‌دار ما که اگر نباشن که هیچ خونه بنا نیست و تو خونه ده‌ها کار دارن میکنن. مشاغل خانگی هست که زنان اونجا بیشتر از همه کار میکنن، مشاغل کشاورزی که دوش به دوش و حتی خیلی بیشتر از مردا تو مزارع کار میکنن، معلم‌ها، پرستارها، شغلایی هست که بسیار در بدنه این مشاغل زنها بیشتر حضور دارن. حتی در همین کارهای سخت و زیان‌آور مثل معدن و کارهای صنعتی، زنها دوست دارن باشن، حضور پیدا کنن، درس بخونن و در سطوح مهندسی، تکنسیان، متخصص کار کنن، که الان حکومت حتی این زنها رو جلوشون رو میگیره و بسیاری از زنان مبارز، زنان کارگر، زنان کارمند رو دارن خونه نشین میکنن با قوانین مختلف و جلوگیری از اونا که اونا رو برگردونن به خونه، حتی به تماشای مسابقه ورزشی نرن. الان خانم قنچه قوامی هنوز توی زندان است به خاطر اینکه فوتبال ببینه. خب آیا میشه اینطور تعبیر کرد که آنچه که در باف گذشت، آنچه که کارگران باف انجام دادن و همچنان پیگیرش هستن، این فقط برای استنباط من از حرف شما این هست، فقط برای خواست خود و کارگران بافت تنها نبوده؟ یعنی این استنباط تا چند اندازه به واقعیت نزدیکه؟ کارگران بافت در واقع گامی برای تأمین حقوق همه کارگران برداشتن، نه؟ این معنی کاملا درسته. حتی اگر اینو اعلام نکرده باشن،
حتی به ظاهر اگر این گفته نشده باشه، اگر نتیجه موفقیت آمیزه که به دست آوردن و سر میز مذاکره در چانه زنی ها اونجایی که حالا باید بشینن و مدرک و سند بگیرن از این دولت و حکومت که این 28.5% سهام خصوصی نشده، زیر نظر کارگرا و مردم شهر خواهد بود، اون 15% مستقیما زیر نظر شورای شهر خواهد بود و اینها داده بشه، یعنی سندهای رسمیش حالا باید داده بشه. فعلا قولهای شفاهی حکومتی ها بوده که آقای جهانگیری اونطوری که فرماندار شهر در آخرین بحث و جلسه و به صلاح شکل میتینگ عمومی داشت جلوی فرمانداری گفت، جهانگیری یک نامه داده به ربیعی وزیر کار که ما کماکان خصوصی سازی رو میخوام انجام بدیم، ولی شما سعی کنید اون مزایا و امکاناتی که برای مردم شهر از سهام و سود سهام این شرکت قبل از خصوصی سازی به همه مردم شهر میرسید که الان همه مردم شهر در این مبارزه اومدن و از اعتصابی ها دارن حمایت میکنن، اون امتیازات کماکان داده بشه برای مثلا عمران شهر، ساختن پارک، ساختن کتابخونه، کمربندی شهر، بلوارهایی که کشیدن، خود جاده که اسفالته کردن تا خود معدن چغات از شهر بافق و امکانات عمومی دیگه که از سود اون 2% سهام که از زمان قبل از انقلاب بود توی معدن و بعد آقای دهستانی مدیر اسبق این شرکت که فوت شد متاسفانه، آقای دهستانی بافقی که با همون سود 2% سهام کلی به شهر و مردم شهر تونست خدمت کنه. و شما ببینید موقعی که یک سرمایه گذاری تولیدی تو همون شهر شد، یعنی اون زمان که آقای دهستانی بود، اینا اومدن با سود همون سهام این بکار عمرانی رو کردن، به جز کارگر معدن کار برای بخش ساختمانی، جاده سازی، پارک، شهرداری، فضای سبز، نظافت عمومی شهر و این خدمات شهری ایجاد شد که ده ها کارگر هم اونجا ها کار به گیرشون اومد. و اگه این سرمایه گذاری حالا توسط خواسته های کارگر ها که این بوده باعث صنایع جنب معدنی ایجاد شه، یعنی کارخونه های ذوب فلز، ذوب آهن در همون شهر باف که اون سنگ آهنی که هزاران هزار تن میاد بیرون و میره مثلا به کارخونه ذوبان اصفهان یا فولاد خوزستان، یه قسمتیش هم همینجا تو کارخونه های جنب معدنی باف ذوب بشه، کار ایجاد بشه و هزاران نفر جوانای بیکار اینجا خودشون توی این کارخونه ها و هم ساخت کارخونه که نیروی پس این همین که اشاره کردید اقدام کارگران باف عملا حتی اگر به گفته آقای حسانلو رسما و ظاهرا بیان نشده باشه، گامی است برای تامین حقوق کارگران در همه عرصه‌هایی که هستن و در همه جایی. کاملا درسته، کاملا. با آقای حسانلو حتما ادامه خواهیم داد، اما من یک خبر دیگه هم دارم برای شما، اینکه شیوه تفسیر خبر بوده از تمام کسانی که برای ایران زحمت کشیدن در هر شرایطی که بودن و کار و اقدام و خدمتی کردن، همواره یادشون رو ما گرامی داشتیم و ذکر اونها بوده، به هر حال ذکر خیرشون حتما بوده. در ایران در شهر مسجد سلیمان یکی از نمایندگان، آخرین نماینده شهر مسجد سلیمان در مجلس شورای ملی ایران پیش از انقلاب، آقای محمد اسحاقی کاهکش که کارگر شرکت نفت بود درگذشت. اونطور که خبرهای مختلف به من رسیده و روی وبسایت های مختلف فرموده، خوزستان به ویژه مسجد سلیمان تمام سرشار از این هست که آقای اسحاقی کاکش که روانش شاد باد، کارگر ایرانی در زمان نمایندگی خود که آخرین دوره مجلس شورای ملی پیش از انقلاب بوده، بعدم که مجلس شورای اسلامی است البته ملی نیست، خدمات بسیاری کرده از جمله در زمینه راهسازی، تونسته بودجه هایی رو تأمین کنه، تونسته توجه مرکز تهران و وزارتخونه های مربوطه رو به آنچه که نیازهای شهر و حوزه نمایندگیش هست جلب کنه و در اونجا آب و آبادانی در اون حدودی که مقدور بوده و توانسته و دوره کوتاهی که داشته انجام داده، و به همین خاطر بوده که در مراسم تشییع جنازه این کارگر زحمتکش ایرانی
بسیاری شرکت کرده بودند از نسل‌های پس از انقلاب نیز و یادش رو گرامی داشتند. یاد و روان این کارگر زحمتکش ایرانی محمد اسحاقی کاکش شاد باد، همچنان که یاد همه کارگرانی که در راه ایران زحمت کشیدند. آقای اسحاقی کاکش گفتم که آخرین نماینده مسعود سلیمان در مجلس شورای اسلامی. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای اوسانلوی عزیز، میدونم خوشحال کننده نیست اما از شما میپرسم، آخرین خبرهایی که راجع به کارگران زندانی دارید، همینطور معلمان زندانی، کارگران و معلمان عزیز در سال تحصیلی در راه دیگه، کارگرانی که باید کفش و قلم و دفتر فرزندانشون رو تأمین کنن در زندان هستن یا پولی ندارن، و معلمینی مثل رسول بوداقی و بقیه هم پشت میله‌های زندان به جرم معلمی، به جرم آموزگاری. بفهم. بله، من متاسفم که بگم که برخلاف تمام قولهایی که این آقای روحانی هم داده بود و همراهانش، هیچ تغییری در رابطه با وضعیت زندانی‌ها به وجود نیامد، از جمله در رابطه با خوب زندانی‌های کارگری ما. من آقای بهنام ابراهیم زاده فقط خبری داشتم هفته گذشته که ایشون بر اثر اون اعتصاب غذای طولانی که داشت و همچنین وارد اعتصاب غذای خشک که شد و خب توجه نهادهای بین‌المللی کارگری از جمله اتحادیه سراسری یونیسون انگلستان به ایشون جلب شد و طی نامه‌ای که سندیکاهای مستقل و فعالین کارگری خارج از کشور نوشته بودند و خواهان رسیدگی به وضعیت ایشون شده بودند، از طرف یونیسون نامه‌ای نوشته شد به آقای روحانی که کارگرای زندانی ایران، معلمای زندانی ایران رو آزاد کنند، و به خصوص به بهنام ابراهیم زاده اشاره شده بود که خودش و خانوادش به اعتصاب قضا رفته بودند، که خوشبختانه به هر حال این آقای خدابخشی میره در بند یک رجایی شهر و اونجا با آقای بهنام ابراهیم زاده گفتگو میکنه و به اون تعهد میده که ایشون رو برمیگردونه به بند زندانیان سیاسی رجای شهر، یعنی سالن 12، که ایشون دست از اعتصاب قضاش برداره که بیش از این جانش به خطر نیفته، که ایشون هم بالاخره بعد از اینکه تضمین کافی میگیره و به بند 12، سالن 12 بند 4 زندان رجای شهر برش میگردونن، دست از اعتصاب قضاش برداشت. بعد از اونم که ما میبینیم کماکان بر طول زندان کسایی که باید آزاد میشدن مثل آقای یاوری هنوز متاسفانه ادامه پیدا کرد و 40 روز هم به زندانش اضافه کردن، چرا که ایشون به عنوان مرخصی خودشون گفته بودن بیا بیرون و اجازه داده بودن که طی مدت مرخصی حدود 40 روز طی دو دوره بیرون باشه بعد از 5 سال زندان، ولی متاسفانه این 40 روز رو به عنوان غیبت حساب کردن و به زندانش اضافه کردن و ایشون رو آزاد نکردن بعد از 5 سال سر تاریخی که باید آزاد میکردن. و همچنین هنوز رسول بوداقی، آقای داوری، آقای شاروخ زمانی، محمد جرایی کماکان در همون شرایط سخت در زندان هم. همچنین رضا شهابی که به بیمارستان اومد و جراحی شد و در بیمارستان خب حالا دوستانم به ملاقاتش رفتن، ولی هنوز نامه رسمی به ایشون برای ادامه درمان در خارج از زندان ندادن. کماکان آقای علی محمد منصوری، کارگر بتنکار، آقای صالح کهندل، آقای میثاق یزدان نژاد و بقیه دوستانی که در سالن 12 با خود من تو زندان بودن هنوز هستن. ارجنگ داوودی هم که دبیر زحمت متاسفانه به حکم اعدامی هم که بهش دادن از زندان بندرعباس آوردن همون سالن 12 که با هم بودیم، و ارجنگ به اصطلاح
اعتراضیه هم حتی برای این حکم ظالمانه ننوشته، اما خب وکلای ایشون و کسانی که دلسوز هستن اعتراض کردن به این حکم ظالمانه که در داخل زندان به یک مدبیر، یک معلم فقط کار فرهنگی کرده، مطلب نوشته، این چنین حکم زن اعدام میدن. آقای حسنلو ببینید، وقتی اون کم مونتا شما یه پرسش من دارم، این حکومت رو شما چطور تعریف میکنید؟ میبخشید، از آموزگار، از جنگ داوودی، رسول بوداقی و بقیه، آقای داوری و بقیه در زندان، از روحا کارگر در زندان، معلم در زندان، کارگر در زندان، دانشجو در زندان، پیروان مذاهب مختلف در زندان، حتی روحانی شیعه مثل آقای کاظمی بروجردی در زندان، وکیل دادگستری در زندان، یعنی هیچ حکومتی، هیچ دیکتاتوری در تاریخ معاصر سراغ ما نداریم که به این تعداد وکیل دادگستری در زندان باشه، رفتن وکالت انجام بدن. الان البته جمع شدن، گرد اومدن و یا گرامی داشتن مقام والای وکالت رو، مقام آقای عبدالفتاح سلطانی رو که سالگرد به زندان رفتنش هست. جمع شدن ها در ایران متاسفانه چنین شده، سالگرد به زندان رفتن ها، عبدالفتاح سلطانی یکی از وکلایی که در زندان بود. این حکومت رو شما چطور میبینید و چطور تعریف میکنید اگر بخواید یه تعریف کوتاهی بدید؟ اونطوری که من لمس کردم، همینطور که شما گفتید، در داخل زندان همه این عزیزان از قشر مختلف بودن، حتی مدیران و حکومتی و نماینده های مجلس دوران پیشین بعضی هاشون هم تو زندان چند سال سر در آوردن، مثل عیسی سرخیز، داوود سلیمانی، حتی کسایی که کار حقوق بشری به نفع خود جمهوری اسلامی کردن مثل عماد الدین باقی، و الان که همین هایی هم که در حسر هستن که خودشون سران حکومت بودن. این بیانگر اینه که این حکومت هم فاشیستی است، هم دیکتاتوری است، هم قرون وسطایی و هم دینی و مذهبی، و این دینی و مذهبی بودنش که شدیداً اون فاشیسم و دیکتاتوری و قرون وسطایی بودن رو تقویت میکنه در جهت یک نگاه بسیار بسیار خودخواهانه، انحصارگرایانه و واقعا بدون حس انسانی. یعنی کاملا کسایی که یه چنین نگاهی پیدا میکنن و مقام میشن، بازجو میشن، قاضی میشن، حاکم میشن، ولایت فقیه میشن، از حس انسانی خالی میشن. به همین دلیل شما میبینید با تمام اقشار، طبقات و مردم جامعه اینا میجنگن، چرا که حتی اگه به فکرشون برسه یه نفر ممکنه مثل اینا فکر نکنه و موثرم باشه، حالا یا بتونه برای مردم حرف بزنه یا بتونه سازماندهی کنه، چند نفر رو دور خودش جمع بکنه، حالا هر فکری داشته باشه، هر عقیده‌ای داشته باشه، هر مذهبی، هر شغلی دیگه، برای این انحصار طلب مهم نیست. این به دلیل اون وضعیت فاشیستی تفکرش و اون قرون وسطایی بودن فرهنگش و اون همه جانبه خواستن همه چیز و اینکه به همه کس شک میکنه که مبادا به قدرت مطلقه من، خودشون هم میگن دیگه، ولایت مطلقه فقیه، موقعی مطلقه میشه دیگه به هیچ چیزی حس نمیتونه بکنه بجز قدرت و ثروتی که در کف این حکومت اومده و سرانش. اینه که این تحلیل من اینه، این مذهبی بودن و دینی بودنش هم این بیحس بودن انسانی رو تقویت میکنه لازم به نظر من، رفتاری که داره و این زندانی های متفاوتی که شما اشاره کردید. آقای استانوی عزیز، بسیار سپاسگزار هستیم از شما. موضوعی هست، حرفی هست، سخنی هست با کارگران میشنویم. من تنها حرفی که دارم اینه که بایستی همه رسانه ها کماکان حمایت از معدن بافق، کارگران معدن بافق، مردم شهر بافق رو ادامه بدیم و نتایج خصوصی سازی رو اگر بتونیم در برنامه های بعدی در شرکت هایی که واقعا خصوصی بودن و بعد این خودمانی سازی ها مثل حاج آقا ها، آیت الله ها، پیش نماز ها، عوامل نفوذشون رو فرستادن توی این شرکت های بخش خصوصی مثل قارچ سیما
که ورشکستش الان کردن و صدها کارگرش رو بیکار کردن گفتگویی داشتم که ببینیم اینا آیا اصلا طرفدار خصوصی سازی هست و ببینیم چطوری بخش خصوصی رو اینا نابود میکنن. برنامه‌ای مثل شما، برنامه‌ای مثل به اصطلاح برنامه‌های تحلیلی اقتصادی میشه دونه دونه این شرکت‌های خصوصی بررسی کنیم، نتایجش ببینیم آیا خصوصی سازی یا نابود سازی این صنایع خصوصی بوده. بله حتما به این نکته خواهیم رسید. همراه شما در برنامه‌های آینده اشاره بسیار دقیق کردید به ایران ناسیونال، نابودی صنایع داخلی ایران و بقیه صنایعی که پایه‌گذاری شده بود پیش از انقلاب. ایران ناسیونال خب می‌دونیم، بارها در برنامه اشاره کردیم، صنعت اتومبیل سازی، خودروسازی رو در ایران پایه‌گذاری کردن که چنانچه ادامه پیدا می‌کرد امروز روز، خب یکی از صادرکنندگان عمده خودرو بود در منطقه آسیا و حتی در جهان، کمان که صادرات کره جنوبی رو ما در همین آمریکا هم می‌بینیم و در اروپا می‌بینیم. ایران ناسیونال به همت آقای محمود خیامی که متأسفانه به چنگ انقلاب افتاد، تأسیسات ایران ناسیونال و رو به نابودی گذاشت که می‌دونیم در دوران پیش از انقلاب برادران خیامی و سپس آقای محمود خیامی چه تلاش‌هایی کردند برای رونق و استحکام این صنعت، صنعت بزرگ خودروسازی در ایران که یکی از نخستین ها بود در آسیا. دوشا دوش کم و بیش ژاپن گام برمی‌داشت یا هدفش این بود که برسه به همردیفی با ژاپن، همونطور که کره جنوبی سالها رسید، سالها بعد رسید. آقای حسانلوی عزیز سپاسگزار هستم از شما و امیدوارم در برنامه‌های آینده باز هم بپردازیم بیشتر و بیشتر به مسئله پارک. منم سپاسگزارم و بدرود. پی خواهیم گرفت تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا تا لحظاتی دیگر. امروز و امشب 11 سپتامبر است. 11 سپتامبر روز غم انگیزی است، یادآور فاجعه تروریستی است که در 11 سپتامبر 2001 به وجود اومد، یعنی انجام شد عملیات تروریستی که می‌دونیم با حمله هواپیماهای ربوده شده به مرکز تجارتی نیویورک یا برج‌های دوقلو نیویورک و همینطور به وزارت دفاع آمریکا در همین نزدیکی‌ها به پنتاگون و نیز هواپیمای سومی که سقوط کرد در اثر درگیری مسافران با هواپیما روبایان، بیش از 3000 نفر کشته شدند. فاجعه‌ای بسیار غم انگیز. انسان‌های در ساعاتی از صبح پیش از 9 صبح به سر کار خود رفتند، دقایقی بعد خودشون رو در بالای ساختمون یافتند، 70 طبقه، طبقه 70م، 80م، 100م، و در اونجا در برابر این پرسش که آیا خودمون رو پرت بکنیم نجات پیدا میکنیم یا نه قرار گرفتن. فاجعه واقعا ضد انسانی است. این فاجعه از سوی گروهای عملا شکل گرفت که بعدها جزئیات بیشتری درباره اونها منتشر شد. گروه های تروریستی، شبکه القاعده عملا مسئولیت چنین فاجعه‌ای رو بر عهده گرفت و از همین شبکه است که امروز روز ما می‌بینیم داعش و گروه های دیگه، احرار شام و بقیه، انصار الله، انصار بیت المقدس یا بیت المقدس در مصر به وجود اومده و جاهای دیگه و سوریه که بهتر است و در شمال آفریقا که بوکو حرام و همینطور در مناطق دیگه ای در جنوب خلیج فارس ما باز میبینیم حوثیون و بقیه. به هر حال در ایران صداهای همسو با تروریست های القاعده یا ابراز خوشحالی از این بابت در قالب توجیه این عملیات بسیار کم نبود، اما
صدای مردم ایران چیز دیگه. مردم ابراز همدردی کردن، به خصوص جوانان، با برافروختن شمع به یاد قربانیان فاجعه 11 سپتامبر. متاسفانه از 11 سپتامبر 2001 تا به امروز که یکی دو سال بعد از اون مبارزه گسترده علیه تروریسم آغاز شد از سوی واشنگتن، تا به امروز تروریسم نه تنها ریشه‌کن نشد بلکه گسترده تر شد. همین حالا که من با شما صحبت میکنم، ساعتی گذشته از نشستی که در جده بوده و در باره چگونگی مبارزه با گروه داعش و تروریسم در منطقه، و قرارم هست 4 روز دیگه در پاریس کنفرانس بین المللی بزرگی تشکیل بشه که امیدوارم شاهید عزیز، همکار گرامیمون، مطمئن هستم گزارش مفصل این کنفرانس رو برای شما خواهد. متاسفانه تروریسم از 11 سپتامبر که آغاز شد به شکل گستردش تا به امروز ادامه داره، و این تروریسم در شاخه های دیگری پیش از 11 سپتامبر ادامه داشت. حکومت های حامی تروریست کم نبودند در منطقه، حکومت عراق، حکومت سوریه و حکومت انقلابی ایران که میدونیم بسیاری رو در خارج از مرزهای ایران ترور کرد. دکتر شاپور بختیار، دکتر سیروس الهی، سروش کتیبه، دستیار دکتر بختیار، فریدون فرخزاد، تیمسار و اسی، دکتر کاظم رجوی، سرهنگ بای احمدی، خلبان محمدی و بسیاری دیگر در عملیات تروریستی فرستادگان تهران. به حال امیدواریم روزی عملیات تروریستی در سراسر جهان برشیده بشه، ریشه این نکبت که دامنگیر انسان قرن 20 و 21 شده به این وسعت خشکیده بشه، و امیدواریم انسان ها از هر مذهب و مرامی که هستند بتونن روزی دور از خطر تروریسم زندگی کنن و به خواستهای خودشون برسن. مسئله تروریسم خواست شکلی پیدا کرده که دیگه خواست معینی نیست. خواست معین و معین ترش این هستش که خواستار تغییر جهان هست. داعش خواست کوچکش این هستش که تا زمانی که کفر برانداخته نشه از جهان ما ادامه خواهیم داد. آنچه رو که خودشون به اصطلاح جهاد اسلامی می نامن. همونطور که در تمام کسانی که بیرق اسلام رو برداشتن در کشورهای مختلف از جمله ایران، همه اونها وظیفه خودشون تغییره جهان میدونن و آوردن بقیه جهان به زیر بیرقی که اونها برداشتن. و در این میان هم متاسفانه از آنچه که دنیای اسلام نامیده میشه صدای قاطع بلند و روشنی علیه اینان دیده نمیشه یا شنیده نمیشه. با شما خواهیم. مسئله فلسطین همچنان یکی از مسائل مهم خاورمیانه است. بگذاریم از اینکه در 2 دهه پیش و حتی 1 دهه گذشته و پیشتر از اینها عمده ترین مسئله بوده و در واقع ریشه بقیه مسائل خونده می شده یا تلقی می شده. جنگ اخیری که بین سازمان حماس، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین یا حماس انجام شد با اسرائیل، نتایجی که داشت من نزد زبون شخص غریبه از زبون محمود عباس برخواهم شمرد. اما آنچه که قابل توجه هست، در ایران آقای هاشمی رفسنجانی در سخنان اخیر خودش با افتخار آمده و اعلام کرده که ما با صراحت میگوییم که فلسطینی ها رو مسلح کردیم. ایشون آمده گفته غزه
در دوران مقاومت خود وقتی که مسلح شد توانست 50 روز مقاومت کند و سرانجام با التماس اسرائیل آتش بس برقرار شد و آمده و در این جمع در یک جمعی بوده، همایش بین المللی علمای اسلام در حمایت از مقاومت فلسطین. هیچم معلوم نیست که در این گیرودار چرا علمای اسلام نمیان و علیه آنچه که تروریسم گفتن و خطراتی که داره این سربریدن ها حرفی بزنن. چرا چنین هست؟ خب ببینید، در این که آقای رفسنجانی این حرفو زده و چه هدفی داره جای صحبت بسیار هست. شاید یکی هم این که اگر بگن آقا این همه پول ها رو شما کجا بردید و کجا خوردید و کجا منتقل کردید، خب بگن ما داریم به فلسطین کمک میکنیم به خاطر وظیفه اسلامیمون هست. کمک میکنن بدون تردید، اما چقدر؟ 1 میلیارد؟ 2 میلیارد؟ همون هم زیاده. خیری به که به خانه رواست به مسجد در آمست خود آقایون گفتن، اما بقیه کو؟ بقیه 70-80 میلیارد 100 میلیارد کجاست؟ آقای زنجانی یا همین داردسته رفسنجانی بوده؟ خب ببینید، این که دولت اسرائیل چه اقداماتی کرد مورد انتقاد حتی در خود اسرائیل قرار گرفت به دلایل مختلف، که به دلیل اینکه آقای نتانیاهو گفته شد وعده داده بود این حماس رو ریشه‌کن میکنه، نکرد. دوم اینکه اقدامات مخالفین آقای نتانیاهو هم انتقاد کردن که چرا آتش بس رو پیش از نابودی کامل حماس پذیرفته و بقیه مسائل. سرزنش‌هایی شده دولت اسرائیل، زیاده رویه‌ای هم کرده و همه اینا. اما آقای محمود عباس چه گفته؟ رهبر دولت خودگردان فلسطین آمده سخنرانی کرده در اتحادیه عرب روز یکشنبه، احتمالاً تا الان شنیدید، آمده و خطاب به حماس گفته. گفته این راه و روش رو اگر ادامه بدید ما دیگه هیچ نوع ارتباطی با هم نخواهیم داشت. موقعی که در اتحادیه عرب در قاهره، درست اتحادیه عرب در میدان تحریر هست، یکی از گوشه‌های میدان تحریر، وقتی صحبت میکرده درها رو اومدن از خبرنگارا و بقیه هم خواستن که سالن کنفرانس رو ترک کنن و رفتن و پشت درهایی بسته. البته خبراش بعدن اومد، خود خبرگزاری وفا فلسطینی فتح منتشر کرد متن صحبت های آقای محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطینی در رام الله رو. ایشون اومده و خطاب به حماس گفته این کاری که شما کردید جز خسارت برای ما چیزی نداشته و اگر این راه رو ادامه بدید ما هیچ نوع تعهدی به هم نخواهیم داشت. گفته شما پیشنهاد اولیه مصر رو برای پذیرفتن آتش بس نپذیرفتید، ناچار شدید 50 روز، کمتر از 50 روز، 40 و چند روز بعد بپذیرید و در این فاصله چنین خساراتی به فلسطینی ها زدید. برشمرده 2149 کشته، 942 نفر از اونها زنان و کودکان بودن، 11166 مجروح، سخنان آقای محمود عباسه که از اونها 5802 نفر طفل کودک بودن، سالخوردگان و زنان بودن و 91 خانواده به کلی تمام اعضاش از بین رفت در اونجا. درست؟ 18,000 خونه ویران شد و نتایج همه رو برشمرده، 17 بیمارستان و مرکز پزشکی و بسیاری چیزایی. و بعد آقای محمود عباس خطاب به حماس میگه و اون وقت میاید در خیابون داد میزنید پیروزی. این چه پیروزی است؟ کدام پیروزی است؟ پرسشی که آقای محمود عباس میکنه. و بعد میگه برای ساختن اینها ما دست کم به 7 میلیارد دلار نیاز داریم، حال اون که خرابی های سالهای 2012 و 2009 رو که همین جنگ ها بود هنوز ترمیم نشده. این حرفای آقای محمود عباس هست. ولی ظاهرا آقای رفسنجانی فلسطینی تر از محمود عباس هم هست. بیهوده نبود که
مردم شعار میدادن در جریان پیامدهای انتخابات پس از ماجراهایی که همه ما میدونیم، کشتارهایی که در خیابونهای تهران به راه انداختن کارگزاران و حکومت، از جمله شعارهایی که میدادن نه غزه نه لبنان. خبر دیگه داریم از این بابت، از بابت زندانیان سیاسی. من نمیدونم باید بگیم زندانی سیاسی چه عنوانی باید بهش داد. نوع اولین بار هم نیست. یک دختر نازنین ایرانی، یکی از فرزندان ایران، خانم قنچه قوامی میره مسابقات والیبال رو تماشا کنه، به اتفاق دختران دیگه ای که رفتن و میخوان ببینن این بازی ایتالیا و ایران رو، بازداشت میشن و بعد آزاد میشه. ایشون وقتی دوباره میرن وسایلشون رو بگیرن میبرن و زندان میفرستنشون. شهروند بریتانیا انگلستان هم هست ایشون. به هر حال عفو بین الملل خواستار آزادی خانم قنچه قوامی شده. همین هست که من نمیدونم اسم چنین زندانی رو، عنوانش رو چه باید گذاشت. هرچند عنوان فرق میکنه، همه در زندان هستن، همه زجر میکشن و مشکل، اما اگر بخوایم تعریف کنیم، چون در نوع خودش بی‌نظیره، کسی برای دیدن مسابقات فوتبال، والیبال، بسکتبال میره فقط به جرم اینکه زن هست، از دید حکومت یا میگیرن و بازداشت میکنن. بله، در زندان زمین های فوتبال اگر دعوای چیزی بشه، پلیس هست همه جای دنیا میگیره، بر اساس جرمی که مرتکب شده ممکنه بازداشت نمیشه یا زندانی. اما صرف تماشا، صرف اینکه کش کنن دختری است آمده تیم ملی خودش رو تشویق کنه، سر از زندان در آوردن قابل تأمل هست، قابل تأمل هست، به خصوص قابل توجه اعضای تیم ملی. من بارها گفتم و همیشه نیز خواهم گفت، تا زمانی که این وضع برقرار است، این تبعیض متوجه دختران ایرانی است. تیم ملی اگر تیم ملی هست، تیم ملی دختران و زنان ایران نیز هست و اگر سکوت میکنه در این مورد، قطعا این صفت رو مورد سوء استفاده قرار میده، صفت ملی رو. خیلی هم روشن هست، یعنی وقتی که تیم ملی اجازه ندارن نیمی از جمعیت کشور، حالا نمیگیم بیشتر، نیمی از جمعیت کشور به تماشای تیم ملی کشورشون برن، اجازه ندارن و اون تیم ملی هم سکوت میکنه، این صفت رو در واقع مورد سوء استفاده قرار میده. در حال امیدواریم قنچه قوامی و همه زندانیان سیاسی آزاد بشن به زودی، نه تنها در ایران، در همه جهان، و به امید روزی که زنان و دختران ایرانی برخوردار از حقوق خود در تمام سطح و سطوح جامعه امکان فعالیت و حضور داشته باشند. و این نظر رو هم بگم که معتقد هستند بسیاری از فلاسفه قدیم و جدید که اگر روزی بانوان جهان رو بگردونند، شاید وضع جهان یا نه به قطع بهتر از این همه قرن خواهد بود که مردان جان رو اداره میکرد. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان، آسماری و کوهساران زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.